سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه جلسات شرح مجالس سبعه حضرت مولانا جلال الدین رسیدیم به این قسمت که فرمود بخوان ملک القرا از کلام ربی الاعلا. ملک القرا، قرا یعنی قاریان قاریان و قاریان قرآن مد نظر هست. ملک القرا در هر شهری و در هر کشوری اشخاصی بودند که حافظ کل قرآن بودند و قرآن رو به زیبایی و با صوت زیبا تلاوت می کردن. معمول بود که در مجالس بودن، در مجالس بزرگان مانند حضرت مولانا حضور می داشتند و در آنجا به مناسبت اگر آن سخنران و آن مجلسگو یک آیه‌ای رو بیان می کرد یا روایتی رو آنجا می خواند، آن قاری و آن ملک القرا را به شکل شیوا و زیبایی آن آیه رو به سمع و فکر اشخاص حاضر میرساند و با خواندن آن آیه زیبا به شکل هنرمندانه و زیبا در حقیقت وجد و شور و حالی در مستمعین به وجود می آورد. اینجا هم مولانا در آن ملک آن ملک القرا و بزرگ قاریان قرآن که در مجلس مولانا حضور داشته است به ایشان می‌فرماید که این را بخوان، و گویا ایشان این آیه شگفت رو آنجا با صدای زیبا خوانده است و بعد حضرت مولانا به تفسیر این آیه می نشیند. از کلام ربی الاعلا، رب من که اعلا است، از بحر ارشاد سالکان جاده ای را که آن جاده چیست؟ جاده صفت آن جاده که سالکان آن جاده و آن راه و طریقت می بایست که ارشاد شوند، این است که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای عبادی، قل فعل امر است و امر در وجوب به کار رفته است، یا حرف ندای دور است و عباد به معنای بندگان جمع عبد است و عبادی یا هم که جمع آمده است به دنبال آن جمع، عبادی یعنی بندگان من، یعنی قولهایی که در قرآن هست همه خطابش و مخاطبش حضرت رسول صلوات الله علیه هست و میبایست که این آیه رو اینجور معنی کنیم که خداوند به حضرت رسول میفرماید قل ای رسول بگو، یا عبادی ای بندگان من، الذین کدام بندگان من، آنان که اسرفو اسراف کرده اند، علی انفسهم بر نفسهایشان اسراف کردند. اسراف هم در حقیقت گفتن که خروج از راه اعتدال است و رفتن به سوی افراط یا تفریط است. اسراف یعنی آن قوای انسانی و هرچه که خداوند به عنوان نعمت در انسان قرار داده است و برای انسان قرار داده است، این رو در شکل نامناسب یا به شکل افراطی یا به شکل تفریطی انجام دهد. افراطی حالت عملی است و تفریطی حالت ترکی است. یک حالت فعل دارد، یک حالت ترک دارد. افراط ناظر بر وجهه فعل است و تفریط ناظر بر وجهه ترک است. یعنی اینکه مثلا شخصی می آید
غذایی به او میدهند آنقدر زیاد میخورد در فعل زیاده روی میکند، بنابراین مصداق اسراف میشود و شخص نباید بیش از اندازه آن غذا را بخورد، و یا اینکه آنقدر غذا نمیخورد که ممکن است که فوت شود، ممکن است که بمیرد، آن هم تفریط است که از جنس ترک است. آنجا فعل غذا خوردن در برابر ترک غذا خوردن افراط و تفریط محسوب می شود. یا مثلا کسی یک حیوانی را آورده و گرفته است و یا به او غذاهای بیش از اندازه می دهد به طوری که موجب مریضی او می شود، یا به هیچ به او نمی دهد، این حیوان بیچاره می میرد. در این حالت می گویند افراط و تفریط کرده است، یعنی هر دو حالت اسراف است، برخلاف آنچه که در میان عوام مشهور است که زیادی چیزی اسراف است. نه، اگر هر چیزی از حد اعتدال خارج شود آن اسراف است، چه در جهت افراط و چه در جهت تفریط. جهت افراط جهت فعلی است و جهت تفریط جهت ترکی است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف کرده اند بر خودشان، کارهایی رو که نبایستی انجام میدادن انجام میدادن و آنهایی که بایستی انجام میدادن ترک کردند، فعل کارهایی که نباید میکردند و ترک کارهایی که میبایست انجام میدادن، این مفهوم اسراف است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، می فرماید هرچه که انسان انجام دهد اسرافی که می کند برگشتش به خودش است و کسی معاقب نیست. اگر تمامی جهان اسراف کنند بر نفسشان، باز هم خداوند فرقی برایش ندارد و همه کافر شوند فرقی نمی کند، همه مؤمن باشند هیچ فرقی برای خداوند ندارد. از این جهت هست که علا انفسهم هست، یعنی آن کارهایی که انجام میدهن بر علیه خودشان هست. لا تقنطوا من رحمت الله، قنط یعنی ناامید شد، ناامیدی کلی، ناامیدی مطلق یعنی قنط. لا تقنطوا یعنی ناامید نشوید، من رحمت الله از رحمت واسعه الهی. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، در ادامه این آیه می فرماید که ان الله همانا خداوند یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان را می بخشد. قرآن یک آیه ای دارد که فقط این سوال حتما برای همه ما پیش آمده است که خدا چه چیزهایی را می بخشد و چه چیزهایی را نمی بخشد. خداوند یک آیه ای در قرآن فرمود که خداوند می بخشد همه چیز را الا یشرک به، فقط یک چیز را خداوند نمی بخشد و آن هم این است که برای او شریک قائل شویم. ولی این آیه‌ای که خواندیم قبل از این آیه هست که قل یا عبادی الذین اسرفوا، این آیه حاکم بر آن آیه است، یعنی قبلا خداوند همه گناهان رو میبخشید، هر گناهی که صغیرن و کبیرن و هر جهت که باشد خداوند خواهد بخشید، هیچ گناهی نیست که خداوند نبخشد. فقط یک جا استثناء فرمود که خود فرمود الا ایشرک به، غیر از این رو خداوند نمیبخشد که به او شریک قرار دهیم، کس دیگری رو شریک او قرار دهیم. خب این غیرت معشوقی اجازه نمی دهد که با معشوق معشوق دیگری رو برگزیند و نشان دهد. اما این آیه که آمد گویا ناسخ آن آیه است و آیه حکم آن رو هم عوض کرد، حتی کسانی که مشرک بودن آنها رو هم خداوند می بخشد، حتی مشرکان رو هم می بخشد. پس دیگر هیچ گناهی باقی نمانده است که خداوند اون رو نبخشد. خداوند نفرمود ان الله یغفر الذنوب، خب الف لام هم که می آورد، یعنی اینکه الف لام
اختصاص است، یعنی اینکه همه ذنب ها، هیچ گناهی از اینجا نیست. اما چون خداوند دیده که برخی که خیلی دوست دارن انسان ها رو متهم کنن، خیلی دوست دارن بگوین که هیچ گناه شما بخشیده نخواهد شد، شما بدبخت و بیچاره خواهید شد، حتما اهل دوزخید، یک عده اصلا ولع خاصی و حرص خاصی نسبت به این دارن که انسان ها رو گناهکار قلمداد کنند و خدا رو بسیار سخت و خشن معرفی کنند و بگویند اگر یک ذره پاتو از جاده صلاح کنار گذاشتی، خدا چنین و چنان حسابت را خواهد رسید، در به قول در دوزخ افکنده خواهی شد و چنان بلاهایی بر سرت خواهد آمد. این تعبیر رو قرآن میدانسته، فرمود که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این جمیعا رو آورد تا اینکه دیگر اینها بهانه‌ای نداشته باشند که نه، قرآن گفت ذنوب، منظورش از این ذنوب این گناهان بود، این گناهانی که من میگویم اینها رو خداوند نمیبخشد. نه، خداوند به قول طلبه ها دفع دخل مقدر فرموده، آنچه که خدا دیده که یک عده که خیلی دوست دارن انسان ها رو متهم کنند، اینها اگر بخواهند میتوانند از این سوء استفاده بکنند. کلمه جمیعا رو آورد که دیگر راه بسته شود، یعنی فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ان هم عرض کردیم که هر جا کلمه ان آمد دکترین الهی است و دکترین قرآن است و اصل و اساس و جزء قواعد آمره حضرت الوهیت است، که وقتی کلمه ان در هر جای قرآن آمد، آن دیگر بلا شک حتمی است و هیچ شک و تردیدی در آن وجود ندارد و البته سنت حسنه الهی محسوب می شود. بنابراین فرمود ای بندگان من که اسراف ورزیده اید بر نفس هایتان، از رحمت خدا ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان رو، همه جمیع گناهان رو خواهد بخشید. ملک جلیل، جلیل یعنی بسیار با جلالت و عظمت، ملک هم منظور هر جا عرفا ملک میگوین یعنی پادشاه زمین و زمان، جهان و کون و مکان. ملک جلیل، واهب جزیل، واهب یعنی بخشنده، وهب یعنی بخشید، واهب یعنی کسی که میبخشد بدون اینکه از دیگری گرفته باشد. معمولا ما که میبخشیم به کس دیگری، از کس دیگری میگیریم، به واسطه اشخاص دیگری چیزهایی را میگیریم و اون رو میبخشیم به دیگران. واهب کسی است که از خود میبخشد و بدون منت میبخشد، هیچ گونه عوض و جوابی هم به واسطه آن نمیخواهد. واهب کسی است که در برابر بخشش خود حتی انتظار شکر رو هم ندارد. واهب جزیل، جزیل یعنی بسیار فراوان، کثیر، عظیم، اوست که بسیار بسیار فراوان میبخشد، این همه بخشش کرده است. واهب جزیل، دارای جهان، دارای جهان اوست، کسی که جهان دارست و جهان رو دارد خداوند است. خالق جزء و کل، هم جزء را آفریده است و هم کل را. رازق خار و گل، روزی دهنده هم خار است و هم گل است، نه اینکه خار رو کناری بنهد گل رو اهمیت دهد. منظور این است که خداوند فقط دوستار عباد صالح نیست. درست، خداوند عباد صالح رو دوست دارد، عباد صالحین رو ستوده است، اما خداوند همواره که گل وجود عباد صالح را هم میپرورد، خار وجود عباد ناصالح و عباد طالح و فاسد و بدکار را هم میرساند. خداوند هیچ کس رو روزیش رو قطع نمی کند، هیچ کس رو از خودش دور نمی کند. شما میبینید آنهایی که از خدا دورترند، شاید خداوند بهشان بیشتر و بهتر نعمات خود رو ارزانی می‌دارد و این یک سنت الهی است.
دانای نهان خالق جز و کل رازق خار و گل پادشاه علل اطلاق مالک الملک به استحقاق. او پادشاه علل اطلاق است، پادشاه مطلق است. هر پادشاهی که در جهان هست اولا پادشاهیش همیشگی نیست، ثانیا پادشاهی برتر از او وجود دارد. اما پادشاه مطلق کسی است که نه پس از او پادشاهی این چنین است، نه قبل از او بوده است و نه خواهد بود و اکنون هم پادشاه مطلق است. مالک الملک به استحقاق، مالک الملک توت الملک لمن تشا، در قرآن هست که فرمود مالک الملک، خداوند مالک ملک است، خودش ملک است، اما همین ملکیت رو هم او مالک است و مالک تمامی پادشاهی و فرمانروایی اوست. ما یک ملک داریم، یک ملک داریم. ملک یعنی دارایی، ملک یعنی پادشاهی. اینجا مالک الملک نیست، چون املاک همه خاص اوست. منظور اینجا مالک ملک است. ملک به معنای فرمانروایی و پادشاهی است. ممکن است انسان ملکی داشته باشد، دارایی داشته باشد، اما نتواند بر آن سیطره و تسلط بیابد. اما وقتی انسانی بر دارایی خود یا به هر چیز دیگری تسلط پیدا کرد، ملک اعم از ملک است. یعنی ملک وقتی داشتی دیگر ملک هم در کنارش است. اما اگر ملک داشتی ممکن است ملک نباشد. مالک الملک به استحقاق، می دهد ملک رو به استحقاق هر کسی رو که حق تشخیص دهد. خداوند ملک رو و پادشاهی و فرمان روایی رو به او می دهد. از بحر زنده کردن مرده دلان، آنهایی که دلشان مرده است. جسمشان زنده است اما دلشان مرده است. و تازه کردن پژمرده دلان، اینان دلهایشان پژمرده شده است. بعضی ها دلهایشان مرده است، بعضی ها دلهایشان پژمرده است. آنهایی که دلشان مرده است آن دل رو باید بیدار کرد، آنهایی که پژمرده است باید شادابی بخشید و طراوت داد. چون این می فرماید که قل یا عبادی، قل بگو ای محمد که قال تو را حلال است، که قال تو از حضرت جلال است. خیلی زیبا می فرماید، می فرماید که چرا این قل رو می گوید. خداوند در قرآن خیلی می گوید قل، مثلا می گوید قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون. همه این قل هایی که وجود دارد در قرآن چرا می تواند بگوید؟ می فرماید که قال تو را حلال است. معلوم است که قال یعنی گفتن برخی را حرام است و برخی را حلال است. چرا حرام است؟ چون که صاحب قال نیستند. کسی که صاحب سخنی نیست حق ندارد سخن بر زبان بیاورد. قال تو را حلال است که قال تو از حضرت جلال است. چون قال از حضرت جلال است، قال تو و سخن تو از خداوند است، پس تو باید بگویی. حکما را بود به خوان جلال، لقمه و نطق و سحر هر سه حلال. خب بعضی چیزها گفتن که حرام است، مثلا برخی لقمه شبهه رو گفتن که نبایستی خورد، چون حکیم، اگر کسی حکیم نباشد لقمه شبهه رو نباید بخورد، هر جایی نباید سخن بگوید. سحر بر انسانها حرام است، سحر جزو مکاسب محرمه هست و همه علمای اسلام سحر رو حرام دانستند و اشتغال به سحر رو حرام می دانند، به جادو سرسپردن رو حرام می دانند. اما روایتی هست که این سه برای یک نفر حلال است، آن هم حکیم است. حکیم کسی است که علم و حلم رو با هم دارد، هم علم دارد و هم حلم و بردباری دارد که مجموعش می شود حکمت. حکمت، الحکمت و زالت المؤمن فخوز الحکمت ولو من اهل النفاق. پیغمبر فرمود که حکمت و دانش و در زبان امروزی همان علم اصلی و علم اساسی، حتی از منافق هم اگر شد حکمت رو یاد بگیرید، چون که حکمت گم شده مؤمن است و مؤمن
میبایست که همیشه مزین به حکمت الهیه باشد. قول بگو ای قال تو بهتر از حال. من دیگر اینها رو با اجازتون دیگه توضیح نمیدم که آن لطافت و روانی سخن مولانا از بین نرود و روشن تقریبا تا حدودی. بگو ای قال تو بهتر از حال. ما حال رو بهتر از قال میدانیم، ولی این فرماید که قال تو از حال، از حال ما بهتر است. ای قال تو کمال کمال، یا عبادی یا ندای بعید است. خب تفسیر میکند که یایی که در اول یا عبادی هست یا ندای بعیده. ندای قریب داریم، ندای ابعد داریم، یعنی کسی رو که عرب میخواهد صدا کند دیگه با همان لفظی که نزدیک رو صدا میکند دور رو صدا نمیکند، یا ندای بعید است. وقتی کسی در دور باشد او رو میگویند یا فلانی مثلا. خب میگوید اینجا که خدا میگوید یا عبادی، یعنی بندگانی که از او دورند، وگرنه اگر نزدیک بودن که با کلمه یا خطاب نمی فرمود. یا عبادی یا ندای بعید است، یعنی ای دور افتادگان از جاده راه به وسوسه دیو سیاه، که چون کاروانی در بیابان حیران شود، بعضی گویند راه این سوی است و بعضی گویند از آن سوی است، دیو گوید وقت خود یافتم. مولانا مثال زیبایی میزند. عده‌ای هستند شب در میان بیابان گرفتار ماندند، در میان بیابان هستند، راه رو نمیدانند. یکی میگوید من میشناسم، من قبلا آمده ام، این راه از این سمت است، مثلا از سمت راست است. دیگری میگوید سمت چپ است. یکی میگوید مستقیم است. یکی میگوید نه اشتباه آمده ایم، باید برگردیم از این راهی که آمده ایم. شیطان در آنجا میگوید اکنون وقت من است. هر کسی وقتی دارد و این رو باید شناخت. یک الله یک وقتی دارد، شیطان یک وقتی دارد، ولی الهی یک وقتی دارد، هر انسانی حتی گناهکاران یک وقتی دارند، هر کسی یک وقت موقتی دارد و یک وقت خاصی دارد. این وقت رو باید تشخیص داد که غالب انسان‌ها در تشخیص این اوقات و این ایام در حقیقت موفق نمی‌شوند. خب این میگوید که دیو میگوید الان وقت خود رو یافتم. میآید و میگوید ای جماعت، به شکل شخصی، به شکل انسانی، یا به شکل صدایی، یا در کسی حلول میکند، در وجود کسی واقع میشود این شیطان یا آن جن، و به او میگوید که راه از اینجاست. او میگوید من راه را یافتم، همه بیایی به دنبال من. و این شیطان است که در اینجا، در این جاده و در این سیاهی انسانها رو می فریبد و از راه خداوند دور می کند. دیو گوید وقت خود یافتم، برود از طرف دور که از راه سخت مخالف باشد. جلوتر میره، میگه من میشناسم، میره و دقیقاً خلاف جهت آن راه اصلی میرود تا اینها رو فریب دهد. بانگ میزند اهل کاروان را به آوازی که ماند به آواز خیشان ایشان و دوستان و معتمد ایشان، به بانگ بلند و سخن فصیح مشفقانه که بیایید بیایید که راه اینجاست. شیطان آمده است و به همه میگوید که بیایید، منتها به چه صدایی؟ به صدای یکی از آشنایانی که هستند. سیاهی و تاریکی است، هیچ کس دیده نمی شود. من می بینم که مثلا صدای دوستم می آید از جلو که بیایید راه همینجاست، من به دنبال او می روم. کاروان هان ای کاروان مؤمنان، هوش و گوش دارید و قدره مشوید. قدره یعنی فریفته، فریب خورده. قدره مشوید که در آن بانگ فتنه هاست. کاروان در آن حیرانی چون آن آواز مشفقانه خیشانه بشنوند، چون کسی از
میان خود ایشان همه سوی آن دیو روان شوند، همه به سوی آن دیو می روند. چون بسیار بیایند مدت زیادی، مثلا شب تا صبح راه می روند دنبال آن دیو و دنبال آن صدای موهوم که فریفته است اینان رو، گویند که آن که ما را می خواند اینجا بود، کجا رفت؟ وقتی که صبح می شود می گوید همین جا بود، هی به ما می گفت، از اینجا می گفت بیایید، کجا رفت؟ دیگر از آن دیو خبری نیست، خود را نشان نمی دهد. خواهند که بازگردند که این خود غول بیابان بود، می فهمند که این غول بیابان بوده است، بنابراین می خواهند که برگردند. آن وقت رهزن کاروان بود، دیو گوید حیف باشد که اینها را بگذارم که بازگردند. دیو با خودش میگه که نمیذارم اینها برگردن، اینا که فهمیدن این بانگ من بوده، بانگ دیو بوده است، الان یک فتنه دیگری میکنم، یک فریب دیگری اینها رو میدهم که دوباره برگردن. بر سر راه باز از دور از آن سوی گمراهی او را بینن که آواز میدهد که بیایید بیایید، دوباره صدایی از آن طرف میشنون که دیو آنها را با صدای نزدیکان و خانواده و پدر و مادر و فرزند خود میخواند. مولانا اینجا عمدی دارد در این قصه که معمولا ما سر و کارمان با چه کسانی است؟ اگر کسی بخواهد ما را فریب بدهد، چه کسی جز پدر و مادر و فرزندان و همسران و زنان و شوهران و خواهر و برادر و عمه و خاله خواهد بود و دوستان خواهد بود؟ ما با چه کسانی ارتباط داریم؟ نکته بسیار مهمی است. ما با چه کسانی ارتباط داریم؟ چه کسانی می توانند ما رو فریب بدهند؟ ما به سخنان چه کسانی اعتماد می کنیم؟ دقیقاً به هر سخنی که اعتماد می کنیم، آنجا راهی است که ما رو از حقیقت باز خواهد داشت و این رو بایستی دقت کرد. آواز دهد که بیایید بیایید، از آن گرمتر که اول میگفت، از آن شدیدتر و گرمتر که مردم دوباره فریفته شوند. اینجا بعضی از اهل کاروان به گمان افتند که اگر او غمخوار ما بود و چنان که می نمود، چرا نه ایستاد آشنایی نداد؟ یکی دو میفهمند که چرا این نه ایستاد، معلومه یک به قول معروف فتنه ای در کار است. به یک نظر به سوی آن دیو می نگرند که سوی او برویم، و به یک نظر باز پس می نگرند آن سوی که آمده اند، باشد که از آن طرف کسی پیدا شود. خب انسان ها در وهله دوم که این دیو سخن می گوید دو نوع می شوند. یک عده به تفتن افتادن، فهمیدن قصه چیست، فهمیدن این دیو است که اینها رو می خواهد از راه صحیح بدر کند، شک میکنن که آیا این سخن درست میگوید یا اینکه جهت رو اشتباه آمده ایم، و چشم در راه دارن که یک کس دیگری که هادی واقعی و هدایت کننده واقعی است، او بیاید و اینها رو هدایت کند. بعضی که از عنایت دورند هم در آن بیابان زلالت و عناد و فساد در پی آن دیو بر این نسق و بر این شیوه چندان بروند که نه قوت بازگشتن ماند و نه امکان مراجعت. یک عده اینجا میستند که شاید یک هادی دیگری، راه دیگری برایشان مشخص شد، ولی یک عده انقدر فریب رو میخورند که آن ندای دوم دیو آنان رو میکشاند و در زلالت و گمراهی و عناد، یعنی در برابر خدا ایستادن، عناد یعنی با وجود علم انسان در برابر حقیقت بایستد، انسان گوین که حقیقت را می داند که چیست اما عناد بورزد، علم دارد که حقیقت چیست اما قبول نمی کند. تصور نفرمایید که اینها چه آدم هایی هستند که می دانند ولی قبول نمی کنند. خود ما هزاران هزار بار عناد کرده ایم و می کنیم و خواهیم کرد، فقط دقت نداریم به اعمال خودمان، دقت نداریم که در حالی که می دانیم که راه حق کدام است، این راه حق را انکار می کنیم بنا به شرایط روانی و اجتماعی و انسانی و هر چیز دیگر. نسق هم یعنی روش، بر همان روشی که داشتن روششون رو ترک نمی کنن و به همان نسق و سیاق
حرکت میکنن، تا جایی که دیگر آنقدر خسته میشوند که دیگر حتی اگر راه درست را هم بدانند نمیتوانند به سمت آن بروند. از گرسنگی و تشنگی همه در آن بیابان زلالت بمیرند، علف گرگان شوند. خیلی زیباست این علف گرگ شدن، خیلی زیباست. دیدید که حیوانات مثلا گوسفند علف را چطور میخورد؟ با ولع میخورد و علف هیچ اختیاری از خودش ندارد و بلافاصله خورده میشود. این اشخاص علف گرگ میشوند و گرگان طریقت و قاطعان سبیل حقیقت میآیند و اینها رو به راحتی از راه حق و از راه خداوند دور میکنند. و بعضی که اهل عنایت باشند در میان بیابان زلالت تضرع آغاز کنند. عده‌ای ولی فهمیده اند که این شیطان است. آنجا که دست از همه جا میشویند و میبینند هیچ راه به هیچ جایی ندارند، آنجا مینشینند و تضرع میکنند. تضرع کلمه زیبایی است. تضرع از زرع میاد. زرع یعنی پستان مادر. تضرع یعنی رفتن فرزند و کودک و طفل به سوی پستان مادر، یا رفتن حیوانات مثلا بره ها به سوی مادرشان برای اینکه شیر بخورند. و دیده اید شاید که چقدر بچه هنگام رفتن به سمت سینه مادر چقدر علاقمند است و چقدر حریص است. وقتی گرسنه هست شدیداً به هر علتی خود رو میرساند و وقتی بخواهی جدا کنی بسیار ناراحت خواهد شد و ناله خواهد کرد. تضرع هم همین است. تضرع یعنی این که انسان در برابر خداوند آنقدر طوری ناله کند، زاری کند و زجه بزند، مانند کسی که کودکی که گرسنه هست شدیداً و اگر به آن شیر نرسد خواهد مرد. تضرع یعنی انسان آنچنان حرکت کند که واقعا با تمام وجودش باشد. خب یک عده نشستن مثلا میگوین یا رب یا رب یا رب. خب حالا رب هم نبود، کس دیگری بود، باز برایشان خیلی شاید تفاوتی نکند. اما آن تضرع یعنی این که انسان هرچه که در وجود دارد آماده کند، مهیا کند تا به همه آنچه که به او نشان میدهند برسد. مانند طفلی که مشتاق سدی ام است به قول حضرت علی علیه السلام. خب اینا تضرع میکنند که ربنا ظلمنا، ظلم کردیم. ربنا ای رب ما، ظلمنا، ما ظلم کردیم بر خودمان. از راه سخت دور افتادیم، عجب باشد اگر ما خلاص یابیم. خیلی دیگر منحرف شدیم. عجیب است که ما بتوانیم رها شویم. حق تعالی فرشته ای را بفرستد، بلکه نبی را، رسول معصوم را، مصطفی مجتبا را، تا از زبان حق ندا کنند ایشان را از طرف جاده راه راست. خداوند یک ولی الهی میفرستد، یک نبی میفرستد، رسول معصوم را میفرستد. این کلمه معصوم شما میدانید که غالب اهل عامه، یعنی غالب اهل سنت، به عصمت انبیا معتقد نیستند. وقتی که ایشون میگوید رسول معصوم را میفرستد، معلوم میشود که شیوه و روش حضرت مولانا روش تشیع است، چون اهل شیعیان پیامبران رو معصوم میدانند، اما اهل سنت غالبا پیامبران رو دارای عصمت نمیدانند. بعضی که دارای عصمت میدانند فقط عصمت در بیان رو قبول میکنند، مثلا عصمت در آوردن قرآن رو، وگرنه در سایر جاها برایش عصمتی قائل نیستند و معتقد نیستند که نبی معصوم از پیغمبر، حتی پیغمبر اسلام اعتقادی به عصمت ایشان ندارد. میگن ایشان هم گناه میکند و دلایلی از آیات و روایات میآورند که پیغمبر معصوم نیست. اما متفق شیعه، متفق علیه تمامی شیعیان این است که
نبی معصوم است، همچنان که امام معصوم است، و نبی معصوم هم در عمل، هم در فعل، هم در فکر و در همه چیز او معصوم است. نه مرتکب کبیره می شود، نه مرتکب صغیره می شود، و نه حتی مرتکب ترک اولا می شود. خب رسول معصوم را مصطفی مجتبی، مصطفی یعنی برگزیده شده، مجتبی هم یعنی برگزیده شده. اینها با هم تفاوتایی دارد که من رد می شوم، چون اگر بخواهیم که این مجالس رو تمام کنیم خیلی بحث مستوفا می شود. تا از زبان حق ندا کنند ایشان را از طرف جاده راه راست. خب اینها که رفتن و در تیه گرفتار آمدند، در آن صحرای تاریک ماندند، وقتی نشستن گفتن خدایا ما نمیدانیم، به فریاد ما برس. آن وقت خداوند انسانهایی رو میفرستد از جنس اینان، پیامبران رو میفرستد تا راه راست رو علی رغم راهی که شیطان نشان میدهد به ایشان نشان دهد. که الذین اسرفوا، شما که بر خویشتن اسراف کرده اید، ای بندگان حق که اسراف کردید و از راه سخت دور رفتید، تو مپندار که همه، خب اینجا مثال رو می آورد، میگوید تو مپندار که همه اسراف آن باشد که چند درمی به گزاف خرج کنی. همه فکر میکنن مثلا اگه آدم پولهاشو هدر بده مثلا اسراف کرده است، چند درمی رو بیهوده خرج کند، یا چند خروار گندم بی حساب خرج کنی، یا مثلا نون رو بریزی دور اسراف کرده ای، یا مثلا برنج رو بریزی دور اسراف کرده ای. اسراف این کوچکترین حالت اسراف است. اسراف حقیقی همان است که عرض کردم، اسراف حقیقی آن است که انسان از جاده اعتدال رفتاری و اخلاقی و افعالی و صفاتی بیرون بیاید. یا میراثی مال بسیار به گزاف به اشرت خرج کنی، میراثی رسیده همینجور بی عدد و بی حساب خرجش بکنی. اسراف بزرگ آن است که عمر عزیز که یک ساعت عمر را که به 100,000 دینار نیابند، که الیواقیت و تشترا بالمواقیت و المواقیت و لا تشترا بالیواقیت، یعنی چون وقت عمر مهلت دهد، یاقوت ها و گوهر ها توان به دست آوردن، اما به 100,000 یواقیت و جوهر مواقیت عمر نتوان خریدن. خب قصه مشهور از همه میدانیم، پول را میشود داد و چیزهایی رو خرید جز عمر، و عمر را میشود خرج کرد، پول به دست آورد، ولی هیچ پولی نمیتواند عمر یک ساعت رفته رو دوباره برگرداند. همین است. فرمود الیواقیت، یواقیت جمع یاقوته، یاقوت ها، یاقوت اون سنگ گرانبهای سرخ و سبز. الیواقیت و تش تراخ خریده میشوند بالمواقیت، مواقیت هم جمع وقته و میقاته. میقات آن محل هایی که انسان میتواند، وقت هایی که انسان در اختیار دارد، مانند وقت هایی که ما داریم و هر روز او رو هدر میدهیم. الیواقیت و تش تراب المواقیت، این مثال عربی است که یاقوت خریده میشود با به وسیله زمان، ولی والمواقیت و وقت ها و میقات ها لا تش ترا خریده نمی شوند بلیواقیت، با یاقوت نمی شود عمر رفته رو دوباره برگرداند. به زر نخریده ای جان را از آن قدرش نمی دانی، که هندو قدر نشناسد متاع رایگانی را. میگه میدونی چرا قدر عمرت را نمی دانی؟ چون رایگان دادند، چون این عمر رو رایگان دادن. اگر مثلا یک حساب خودپردازی بود، مثلا ما می رفتیم در آنجا یه روزی مثلا چقدر پول می ریختیم، بعد انگشتمان را می گذاشتیم، یک روز مثلا ما شارژ می شدیم، مثلا عمرمان یک روز شارژ می شد، مثل همین مثلا
کارت هایی که شارژ می کنیم آن وقت معنی و مفهومش را می فهمیدیم که یعنی چه. چقدر فکر می کنید برای یک روز به ما اجازه می دادن که ما برای یک روز چقدر پول می خواستن برای شارژ عمرمون؟ اگر ما هر روز موظف بودیم که برویم و در یک جایی جاهای شارژی بود، ما هم می رفتیم در آنجا، مثلا به یه وسیلهی صندلی بود می نشستیم آنجا شارژ می شدیم. مثلا خب شارژ یک روزه اینجوریه، اینترنتتون رو شارژ می کنید، شارژ یک ماهه اینقدره، شارژ یک ساله اینقدره. خب آیا انسان واقعا بخواهد چیزی رو شارژ بکند و چیزی رو برای خود بخرد، آیا به راحتی از دست می دهد؟ مولانا به نکته خیلی زیبای شارک فرمود که چرا انسان ها غالبا قدر وقت خود را نمی دانند، قدر ساعات زندگی و عمر خود را نمی دانند؟ به خاطر اینکه پولی بابتش ندادند. اگر پول می دادند چنین نمی کردند. به زر نخریده ای جان را از آن قدرش نمی دانی، که هندو قدر نشناست متاع رایگان. هندویی که هیچ خبری از تمدن ندارد، اگر یک چیز خیلی زیبایی هم به او بدهی او رو خواهد شکست، یک گوهری هم به او بدهی قدرش را نخواهد دانست. الا انفسهم، الا انفسهم یعنی چه؟ این ظلم بر خود کردید، انفسهم، و پنداشتید که بر دیگران میکنید. ما داریم وقت خودمون رو تلف میکنیم و فکر میکنیم که به ضرر دیگری هست. مثلا غیبت دیگری رو میکنیم، تصور میکنیم که ضرر به او میزنیم، در حالی که ضرر به خود ما وارد میشود. حسودی دیگری رو میکنیم، حسد میبریم به دیگری، در حالی که این اولین ضرر به خود ما. تکبر میکنیم، فکر میکنیم به دیگران با تکبرمان لطمه میزنیم، در حالی که اولین لطمه رو به خودمان وارد میکنیم. همه کارهای و همه گناهانی که ما انجام میدهیم، اولین لطمه و ضررش به خودمان هست. آتش در دکان خود زدید، این تاک است معمولا روشی بوده که استفاده میکرد، همان زدید است، ولی قبلا زدید میگفتند، گویا لهجه خراسانی هست که مولانا هم از آن لهجه استفاده کرده است در جاهایی و در مواردی، از آن جهت است، همان زدید است. و سرمایه خود را سوختید و شاد می بودید، یعنی این دال رو تأکید کرده، و شاد می بودید که دکان خصمان خود را می سوزید. خیلی بده که انسان هم علیه خودش کار کنه و هم خود شادی بکنه. دیدید یک بچه مثلا یک وسیله‌ای دارد، بچه دیگر هم همون وسیله رو دارد، فکر کرده که این وسیله مال مثلا دوستشه، اینو می زنه هی خرابش می کنه. بعدا متوجه میشه که این وسیله، این دوچرخه خودم بوده و اشتباهی این رو خراب کردم. چه اتفاقی میفته؟ شاد میبودید که دکان خصمان خود را میسوزیم، بد مکن که بد افتی، چهمکن که خود افتی. ظالم که کباب از دل درویش خورد، چون در نگریز پهلوی خیش خورد. ظالمی که ظلم میکند فکر میکنه که خب من ظلم کردم به این مظلوم و با اون پولش رفتم کباب خوردم. اگر این ظالم بداند که این کباب رو از کجا خورده است، شادی نمیکند. او از پهلوی خودش کنده است و گوشت خودش هست در حقیقت که کباب کرده است. ظالم میخورد اما خبر ندارد. حکایت. آوردن که قصابی گوشت به نسیه دادی و کودکی نویسنده داشت بر دکان. خب اینجا یک حکایت زیبایی رو مولانا نقل می فرماید. می فرماید یک قصاب بود، او خودش بی سواد بود، یک کودکی که نوآموز بود او رو به عنوان شاگرد آورده بود، در مغازش گذاشته بود و این شاگرد آنچه که نسیه میداد اینها رو می نوشت. فلان کس مثلا 2 کیلو گوشت برد، فلان کس 5 کیلو گوشت برد و قیمتاش هم می نوشت، اسم اون شخص و قیمتا و مقدارش.
یک روز که آمده بودن، یک مرغی آمد که مثلا یک شاهینی بوده است، یک عقابی بوده است یا هر چیزی، آمد و یک تکه، چون گوشت ها معمولا بیرون آویزان می کردن قدما، یک تکه از این گوشت رو برداشت و برد. قصاب به شاگردش گفت که بنویس یک چارک گوشت رو فلان، مثلا فلان عقاب برداشت برد. چارک هم حدودا 3/4 کیلو هست، تقریبا 750 گرم می شود. اون هم نوشت. بعد فردا دوباره آمد، این چاره کرده بود این قصاب، گرفتارش کرد، او رو زد، افتاد و برای اینکه عبرت دیگر مرغان بشود، او رو از بالای دکانش از قناره آویزان کرد. قناره آن فلزی است که گوشت ها رو بر آن میزنند و میبینید الان قصاب ها هم دارن، یک فلز منحنی است که بر آن گوشت ها رو میزنند. زد آنجا که یادش باشد. یه دفعه شاگرد آمد گفت که استاد، آن روز گفتی که ما یک قرضی از این مرغ مردارخوار، از این مرغ داریم، اکنون چه بنویسم که تو این گوشت رو مثلا 3-4 کیلو رو زده اینجا، اکنون چه بنویسم؟ آوردن که قصابی گوشت به نسیه دادی و کودکی نویسنده داشت بر دکان، فرمودی که بنویس که فلان چندین برد، پیش فلان چندین است، اینقدر پول نزد فلان کس است و اینقدر برده است. روزی مرغ مردارخوار از هوا در پرید و یک پاره گوشت برو بود. گفت ای کودک، بنویس چارکی گوشت پیش مردارخوار داری. روزی دیگر مردارخوار به رسم عادت قصد گوشت کرد. قصاب حیله اندیشیده بود، مرغ در ماند، سرش ببرید و بر قناره درآویخت. از بحر عبرت مردارخواران. کودک گفت استاد، آنچه تو راست پیش مرغ نوشتم، آنچه که آن قرضی که تو به مرغ داشت، مرغ به تو داشت، نوشتم، اکنون قرض تو رو به مرغ چه بنویسم؟ که اسفرو علی انفسهم، اینان برخیشتن اسرفو علی انفسهم، که اینها اسراف کردند بر خیشتن، این اشتباه تایپ شده است، اسرفو علی انفسهم یعنی اسراف کردند بر خیشتن، آنچه مرغ را پیش توست چند نویسن. استاد جامه بدرید که کار گوشت سهل بود، اگر از بحر سر سر خواهند چه کنن. استاد گفت که خب گوشت مهم نیست، من سر این رو بریدم، اگه به جای سر سر بخواهم چه کنم؟ حالا گوشت باشه، یه مقدار پول میدیم، برها تاوان آن کار کردمون رو جبران میکنیم، ولی اگر در برابر بگویند تو سر این مرغ رو بریدی به خاطر 3-4 گوشت، اکنون من چه بگویم؟ و او اگر در نگذرد در روز قیامت و بگوید او سر مرا به ظلم برید، مگر سزای گوشت خوردن 3-4 گوشت، 1-4 مثلا گوشت خوردن، مگر سر بریدنه؟ او که مرا سر برید، خدایا تو همینجا سرش را ببر. عوض میخواهد، چون این نیست که ما خود رو برتر از دیگران بدانیم و فکر کنیم که ما چون اشرف مخلوقاتیم و بالاتر از همه، هر کاری می توانیم بکنیم. لا تقنطوا من رحمت الله، یعنی اگر چنین است در این غرقاب افتادید، نومید مشوید. بعضی ائمه تفسیر چنین گویند که این آیات در حق وحشی آمده است، کشنده حمزه رضی الله عنه. خب قصه حمزه وحشی رو میدانید که در روز جنگ احد، وحشی که غلام، گویا غلام هند بوده است که زن ابو سفیان بوده است، آمده و به او وعده آزادی دادند و گفتند که برو و حمزه سید الشهدا رو که عموی پیامبر بود بکش، و او هم از عقب در آمده است و با نیزه عظیم جناب حمزه رو کشته است.
پس از آن او متواری و فراری شده است، نمیدانند که چه کنند. و او در این اندیشه بود که آیا من چه کنم، آیا من برگردم؟ میخواست بیاید پیش پیغمبر و در آنجا اسلام بیاورد، ایمان بیاورد، ولی میترسید. گفت من خون به گردنم هست، من قحط کردم، من چگونه بتوانم که نزد رسول بروم؟ و رسول حمزه رو از همه بیشتر دوست می‌داشته است. بنابراین این آیه نازل شد که این رو به وحشی برسانی که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای بندگان من که اسراف کرده اید بر خویشتن، ای وحشی که آمده ای و چنین جنایت بزرگی رو مرتکب شده ای، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان را میبخشد، حتی اگر شرک باشد، حتی اگر کشتن حمزه علیه السلام باشد. این دیگر خیلی مسئله مهم است، چون میدانید که در هر قانونی، در هر آیینی، کشنده رو معمولا به کشتن قصاص میکنن، قاتل رو قصاص میکنن. چگونه هست که قاتل بهترین شخص که حضرت حمزه باشد بیاید و اعتراف و اقرار به قتل کند ولی به جای او قصاص نشود؟ یعنی خداوند حتی جرم قتل رو هم میبخشد، هیچ جرمی نیست، هیچ گناهی نیست که خداوند آن را نبخشد. در حق وحشی آمده از کشنده حمزه رضی الله عنه آن که اول لیس وقا بود و آخر شیر خدا شد. لیس وقا، لیس یعنی شیر، وقا یعنی جنگ، جنگاوری و بیباکی. وقتی جنگی که با سر و صدا و هیاهو و غوغا باشد بهش میگن وقا. و آخر شیر خدا شد، اسدالله شد. و اولین لقب اسدالله بعد از حضرت یعقوب داده شده است به حضرت حمزه و پس از حضرت حمزه داده شده است به حضرت علی علیه السلام، همچنان که لقب سید الشهدا اول به حضرت حمزه داده شده است و پس از آن داده شده است به حضرت ابا عبدالله علیه السلام. اول عم بود و خیش، اول عموی پیغمبر بود و خیشاوند بود، آخر فرزندش شد و پیش. بعد از اسلام این حمزه چون به قضا رفتی زره در نپوشیدی، گفتندی ای شیر عرب. خب قصه این است که مولانا می فرماید که وقتی که حضرت حمزه جوان بود در جنگ هایی که بین اعراب اتفاق می افتاد شرکت می کرد، آنجا زره های سخت می پوشید و هرچه که شمشیر و نیزه و تیر و اینها که میانداختن برو کارگر نبود. اما بعد از اینکه اسلام آورد در غزوه ها، غزا یعنی در جنگ هایی که نزد پیامبر بود، در جنگ بدر، جنگ احد و سایر جنگ های کوچکی که اتفاق افتاده بود، زره رو از تن بدر میکرد. گفتند ای حمزه این چگونه هست؟ آن وقت که جوان بودی و قوی بودی و قدرتمند زره به تن می کردی، اکنون که پیر شده ای زره از تن باز کرده ای. گفت آن وقت که من جوان بودم زره می پوشیدم، فکر می کردم که زندگی در این جهان است، بنابراین برای اینکه در این جهان زندگی خود را حفظ کنم زره بر تن می کردم. اما وقتی ایمان آوردم فهمیدم زندگی در این جهان نیست، زندگی حقیقی در آن جهان است و زندگی حقیقی در مردن و در شهادت در این دنیا هست. از آن جهت اکنون هیچ باکی ندارم. قبلا از مرگ می ترسیدم چون مرگ برایم چهره کریهی داشت و مرگ برای من امر زشتی بود، اما اکنون مرگ رو بسیار دوست می دارم. چرا؟ چون که رفتم به پیش معشوق است، رفتن به پیش خداوند است. چه کسی از رفتن به پیش معشوق و از رفتن به پیش خداوند ملول می شود؟ هیچ کس. کسی رو که دوست دارد هر لحظه دوست می دارد که جانش را بدهد و به سمت او پرواز کند. ای شیر عرب، آن وقت که جوان بودی و به کمال قدرت و توانا بودی زره می پوشیدی و خود بر سر می نهادی، کلاهی که
برای جلوگیری از زخم بر سر می نهادن. این ساعت که به سن بزرگ شدی، هر آینه تن را ضعیفی باشد، پیر شده ای، ضعیف شده ای، چون است که زره و خود انداخته ای و برهنه در صف می آیی. گفت آن وقت دلیری طبیعتی داشتم. یک دلیری طبیعی بود، به نام طبیعت دنیا دلیر بودم. چنان که شیر دلیری طبیعتی دارد، شیر حیوانی است که اصلا نمی ترسه، اصلا فرار نمی کند، طبیعیه. به امید حیاتی و زندگی جان در نمی بازد، بلکه طبیعت او آن است و از حلاوت متابعت طبیعت خوف هلاکت بر او پوشیده می شود. طبیعت او و غریزه او، به قول امروزی ها غریزه، چنان بر وجود او حاکم است که اصلا از مرگ نمی ترسد و حمله می کند، حرکت می کند. چنان که پروانه را نور ابراهیمی نیست که توکل کند بر حق، یا چنان که مرد مستسقی می بیند دست و پا و شکم آماسیده از آب خوردن و حلاوت آب بر او آن همه را می پوشاند و از مرگ نمی اندیشد. میگه همچنان که پروانه مانده ابراهیم نیست، خودش رو به آتش میزند و میمیرد. یا کسی که مستسقیست، استسقا مرضیست که شخصی میآید آنقدر آب میخورد تشنگیش برطرف نمیشود، آنقدر آب میخورد که در حقیقت به واسطه زیاد آب خوردن میمیرد. و اما اگر به او بگویند که آب میخوری خواهی مرد، آن لذت آبی که میخورد، لذتی که میبرد، مانع از آن میشود که عقلش را به کار بگیرد و مانع مردن خود باشد. من نیز که همزه‌ام، آن زندگی شجاعت و مردی ها که میکردم از روی طبیعت و غریزت بود، نه از آن بود که من در مرگ میدیدم آن نور نداشتم. من زندگی رو نمی دیدم، من مرگ می دیدم و به خاطر همین زره بر تن می کردم. اکنون که ایمان آوردم، ظلمت طبیعت از پیش چشم و دلم برخاست، دیدم که بعد از مرگ و کشته شدن چه زندگی هاست. این رو من دیدم که زندگی ها در حقیقت پس از این مرگ هاست. روح را میان ارواح در آن مجلس که ارواح مجرد شده راه ارتیاح می نوشند، بی دست قدح می گیرند و بی لب و دهان در می آشامند، بی سر سراندازی می کنند و بی پای پای می کوبند، که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم. شرح حال ارواح می فرماید که آن روحانیان در چه راحتند، یرزقون فرهین، یعنی میخورند و می آشامیند بی تن و بی معده و بی لب و دهان، و چون ارواح شراب راه نوش میکنند از عالم غیب، های و هوی میزنند که ای نومیدان قالب خاک که نومید شده اید، که اگر این قالب خاک بشکند از خوردن بمانیم، از آشامیدن ماندیم، از روز روشن ماندیم، در گور تنگ گرفتار شدیم. آخر در حال ما نگرید، ای کور در گور چند نگری؟ آخر آن نظر، نظر کافرانه است نه نظر مؤمنانه، که عاقبت خود گور بیند. شیر کی خود را کور بیند؟ آخر کافران گفتند اعزا متنا و کننا ترابن. کسی که منزل خود را گور بیند، قدم او را در راه چه قوت ماند و به چه دل منزل ها ببرد. تن به دل تواند ره رفت و دل به نظر تواند حرکت کردن. چون قبله نظر او گور باشد، او را چه قوت و زور باشد؟ خاک پای بینایان را در چشم می کشید چندان که دید، چشم تو از دیدن خاک و گور گزاره کند، بیند که آنسو خاک گور نیست. نور پاک است، کو گور و خاک، کو نور پاک. خب قصه رو همه متوجه شدیم که می خواهد چه بگوید. راه ارتیاح، ارتیاح یعنی دقیقت
روحانیت، شراب های راه یعنی شراب، شراب های روحانی رو وقتی اینها میخورند و قدح عشق الهی و قدح سرمستی الهی در دست میگیرند اما دستی ندارند، میروند اما پایی ندارند، میاندیشند اما سری ندارند، سراندازی میکنند بدون سر و بدون پای و میگویند که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. آیه قرآن است، فرمود ولا تحسبن، نه لا یعنی نفیه، نفیه حس... لا تحسبن، نه نون هم نون جمع، نون تأکید ثقیله هست و مفهومش این است که لا تحسبن، نه میگه البته حساب نکنید، البته البته اصلا و اصلا حساب نکنید، الذین آنان که قتلوا کشته شدند فی سبیل الله در راه خدا امواتن آنها مردن، بل بلکه بل در عربی جایی می آید که حکم قبلی رو کاملا نفی می کند و به بیان حکم جدید پس از خود می پردازد. وقتی اینجا می پردازد بل احیاون، بل یعنی تمامی آن حساب هایی که کرده اند، آنهایی که در راه خدا کشته شده اند مرده هستند، همه آنها هیچ است، غلط است، بل بلکه احیا اون حکم بعد از بل حکم اصلی آن سخنگو هست، بل احیا اون بلکه اینان زندگان هستند، اند ربهم، و زیباییش اینه که مقام اندیت دارند یعنی در نزد ربشان هستند. شرح حال یرزقون فرهین، روزی میخورند فرهین، در حالی که بسیار فره و شادمان هستند. فره یعنی شادی، فره صفت مشبه هست بر وزن فعل، یعنی بسیار بسیار شادمان. میخورند بی تن، میآشامند بی معده، بی لب و دهان، و عالم غیب اینها رو بر خود میبرد. و میفرماید که نظر مؤمنانه چیست، نظر کافرانه چیست؟ نظر کافرانه این است که انسان آخر خود را گور ببیند، قبر ببیند، مرگ ببیند، برود در مثلا گورستان بگوید آخر من هم همین است، واقعا گمان برد که آخرش همین جا هست. کسی که گور به آخرش رو گور ببیند، کسی که بداند آخرش خواهد مرد، چه داعیه، چه قدرتی و قوتی برای حرکت خواهد داشت؟ اصلا چرا باید حرکت کنه؟ وقتی من خواهم مرد چرا این همه زجر میکشم؟ چرا این همه بی نصیبی نصیب خود میکنم؟ آن وقت ارزشمند است که من بدانم که پس از این حیات، حیات جاودانی وجود دارد، وگرنه این دنیا که ارزشش ندارد، این 20-30 سال مگه ارزش دارد انسان اوامر شرع رو اطاعت کند؟ مهم این است که بعد از این دنیا، دنیاهای فراوان و دنیاهای عظیمی وجود دارد، از آن جهت است که ما اکنون در این جهان اونجا رعایت میکنیم. آدمی دیده است باقی گوشت و پوست، پدید است تانچه میبینی و میدانی تو آنی، اگر عاقبت خود را خاک میدانی خاکی، اگر عاقبت خود را گور میدانی همان گور هستی، اگر خاک میدانی همان خاکی، خود را اگر پاک میدانی پاکی. پس حمزه ایشان را جواب داد که آن وقت زره می پوشیدم به وقت جنگ، زیرا سوی مرگ می رفتم و سوی زخم می رفتم، عقل نبود سوی مرگ، بی زره و بی حجاب رفتن. وقتی که عقل چیه؟ به سوی مرگ بروی بایستی با حجاب بروی، اما به سوی زندگی بروی باید بدون حجاب بروی، بدون زره بروی. عقل نبود سوی مرگ بی زره و بی حجاب رفتن، این ساعت به نور ایمان میبینم که چون در جنگ می آیم سوی زندگی می روم. عقل نبود سوی زندگی و حیات با زره و حجاب رفتن، سوی آن حضرت نپوید هیچ دل با آرزو، با چنین گل رخ نخسبت هیچ کس با پیرهن. می فرماید که هیچ دلی با آرزوهای، با آرزوی صرف، با آرزوی خالی نمیتواند به حضرت راه پیدا کند، و بلکه بایستی با تمام وجود
راه برود. اولش باید خلع این بدن کند و نزد خدا برود. کدام کس با گلرخی با پیرهن در بستر می رود؟ البته بایستی که می خواهد با خداوند جمیل و خداوندی که بسیار با جمال است می خواهی با او همراه شوی، پیراهن تن، پیراهن بدن رو باید خلع کنی، کناری بنهی و روح صرف باشی و به سمت او حرکت کنی. انشاءالله که همگی در این مسیر و در این راستا باشیم و انشاءالله بقیه مبحث رو در جلسات بعد ادامه می دهیم. و السلام علیکم و رحمت.